My name is Fadi Bouhameri, and I'm a visual artist working mostly with paint and collage. آنچه اصل است از دیده پنهان است، زیبایی حقیقت درون. The Beauty of Inner Truth. JNA Gallery در برگموت ستیشن آرت سنتر تقدیم می کند. شنبه 13 جولای از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر. جشن افتتاحیه نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری در 2525 میشیگان اونیو، سویت D4، شهر سانتا مونیکا، با حضور فریبا آمری. 310-315-9502 jnagallery.com. گرم و صمیمانه حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. هموطنان عزیزم، خیلی خوشحالم که امروز در یک برنامه در واقع هنری در خدمت یک هنرمند نقاش هستم که ازشون دعوت کردم که به استودیوی تلویزیون اندیشه تشریف بیارن و با کارهاشون، با افکارشون در زمینه نقاشی آشنا بشیم، که به زودی هم در شهر لس آنجلس یک نمایشگاه نقاشی خیلی زیبایی خواهند داشت که از همه شما دعوت میکنیم تشریف بیارید و به نقاشی های خانم فریبا آمری رو تماشا کنید از نزدیک. افتخار دارم سلام عرض میکنم، درود میفرستم به شما، خیلی خوش اومدین خانم فریبا آمری. ممنونم. نمایشگاه نقاشی خانم آمری در شنبه 13 جولای در JNA گالری هست. ابتدا بذارید من بگم که چطوری با شما آشنا شدم. سال گذشته در نمایشگاه نقاشی گالری سیهون آشنا شدیم با هم، که در واقع نوروز سال 92 بود، که خیلی کار جالبی بود برای من نقاشی ها و کارهای شما، که یه کار در واقع تازه کرده بودید در رابطه با هفت سین. درسته. خیلی نظر من رو جلب کرد و این آغاز آشنایی و دوستی من با خانم فریبا آمری شد، که خیلی خوشحالم از این اتفاقی که افتاد و اینکه این کارا چقدر جالب و دیدنی هستش و واقعا بعدشون خیلی حرف زد. اول میخوام که خودتون درباره هفت سین صحبت کنید، که چطوری به فکرتون رسید که من یادمه که یک آدم‌های شیشه‌ای بودن که درونشون هر کدوم سمبل‌هایی از هفت سین ما بود. اگر میتونید توضیح بدید. و در ضمن نور از زیرش میتابید. بله. خیلی کار جالبی بود. من امیدوارم که بخشایی رو بتونن دوستان ما بعدا نشون بدن. بله. خواهش می‌کنم. اولا نوروز همیشه یکی از مهمترین برنامه هایی بودش که توی قلب من جا داشت از بچگی، و بعد من الان دو تا دختر دارم، اونا هم که در امریکا بزرگ شدن همیشه سعی کردم نوروز رو براشون جشن بگیرم، و حالا که بزرگتر شدن نوروز داشت میامد و من دلم میخواست یک کاری بکنم. این دفعه دیگه مدرسه ای در کار نبود و دیگه من استودیو خودم رو داشتم و فکر کردم که چی کار میکنم در رابطه با هفت سین. و در اون زمان راجبه زورستریانز، راجبه زرتشت، این فلسفیه که نور و تاریکی در جنگ هستن و در واقع کریشن زندگی و از طریق این جنگ نور و تاریکی هست، از اونجا شروع شد. و بعد من کله های شیشه‌ای رو پیدا کردم و تمام چیزای زیبایی که رنگی بود و جمع کردم و فکر اینو کردم که خب چطوری من میتونم به صورت آرت این هفت سین رو ارائه بدم. و بیشتر از این مجسمه ها از داخل از زیر نور داره، و علتش اینه که من میخوام بگم که بله، در واقع فورس روشنی به تاریکی برنده میشه، ولی طوری که برنده میشه که شما باید از داخل این نور بتابه، یعنی شما باید از عمق خودتون بله روشنایی رو پیدا کنید.
خانم فریبا امیر، من دارم میخواد که بینندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن. اولا چند سال هست که از ایران تشریف بردین خارج از کشور و چطوری به نقاشی علاقمند شدید؟ آیا رشتتون نقاشی بوده؟ چه چیزی باعث شده یا چه هنرمندی یا چه به حال انگیزه ای داشتید که به طرف نقاشی رفتید؟ من بیشتر از 30 سال پیش از ایران آمدم به عنوانی که بیام درس بخونم در دانشگاه USC و درست سال اولی که اینجا بودم انقلاب شد و متاسفانه دیگه برنگشتم و در همون زمان باید رشته انتخاب میکردم. متاسفانه رشته نقاشی اون موقع نمیتونستم بگیرم چون که پدرم میگفت باید مستقل باشی، باید پول در بیاری، دیگه وضع مالی سخت هستش. از این طریق متاسفانه نتونستم رشتم رو نقاشی کنم. بله، ایشون 100% میگفتن نقاشی پول در میاره و حقیقت هم داره، ولی به همین علت است که من رشته ای که انتخاب کردم اقتصاد بود و اینترنشنال ریلیشنز بود. و ولی از 14 سالگی من با نقاشی آشنا شدم، در واقع با کتاب که راجب زندگی ونگو خوندم و به خصوص نامه هایی که ونگو برای برادرش تیو نوشته بود. از اون طریق متوجه شدم که چه دنیای ایمجینیشنی هستش. وقتی که اون فکر رو با چند تا از نقاشی های ونگو هماهنگ کردم و برای من یک انفجاری شد در مغزم و در واقع یه راهی و یک دری باز شدش که متوجه شدم توی زندگی من نبوده و از اونجا من شروع کردم نقاشی کردم. چه جالب. واقعا منم اون کتابو همون تو در همون سنین اون کتابو خوندم و خیلی خیلی جالب بود. خیلی برای منم چیزهای زیادی رو باز کرد و اون حس نقاشی رو زنده کردم. پس فکر میکنین که آیا آثار ونگوگ روی کارهای شما تأثیر میذاره؟ تأثیر گذاشته؟ بله، 100%. یعنی من وقتی که قبل از اینه که حتی نقاشی دیگه رو ببینم به صورت از نزدیک، کارهای این آسمون Starry Night مثلا، اصلا اون طوری که این برشتروک هست، اصلا اینگاری که شما رو به یه یونیورس میبره. و بنابراین به خودم قول دادم که فقط دنبال نقاشی میرم که احساس منو بتونه بیان بکنه و واسه همینه که دوست دارم که نقاشی منم از نظر رنگ هم بولد دوست دارم باشه، هم دوست دارم که برشتروکش قوی باشه، یعنی رنگ کلوفت باشه. چقدر طول کشید یعنی زمانی که سبک کار خودتون رو پیدا بکنیم؟ چون به حال باید زمانی بگذره درسته، که درسته. برسیم به اون. یه 50 سالی طول کشید. ولی نه سال... ولی واقعا از 14 سالگی خب من نقاشی میکردم، ولی کارهای دیگه میکردم. درس خوندم، کار کردم به عنوان تکس اکاونتنت، بعد ازدواج کردم، دو تا دختر بزرگ کردم در امریکا. همین اتفاقا خب نقاشی میکردم، ولی در واقع این سبکی که در حال حاضر توی نمایشگاه دو سال پیش شروع شد. تمام کار من از 2011 و 2013 است. یه مقدار کوچیکی هم آخر 2010 شروع کردم. و من فکر می‌کنم علتش اینه که بعد از چندین سال تجربه و مادر بودن، در ضمن توی ورک فورس امریکا بودن، در ضمن ازدواج کردن، در ضمن راجع به تاریخ هم هنر هم تاریخ در تماس بودن، همه این رو با هم دیگه جمع شد و طوری که داره ارائه میشه به صورت سبکی که الان دارم ارائه شد. از ابتدا کلاژ رو دوست داشتین یا بله بله ولی اول کار کلاژ اصلا نمیدونستم چیه. خب وقتی 14 سالم بود، ولی الان حدود 10-12 سال هستش که با کلاژ آشنا شدم. ولی به سبکی که الان دارم میکنم هیچ وقت نبوده دیگه. الان واقعا دلم میخواد 60% کارم توی کلاژ باشه، با اینکه نقاشی هم همیشه توش آمیخته است. بله. خب یه هنرمند وقتی که اثری رو از خودش ارائه میده، چه در زمینه نقاشی، شعر، موسیقی یا هر هنر دیگری، در واقع اون نگاه خودش به هستی هست و احساسی که نسبت به اون اشیای اطرافش یا اتفاقات پیرامونش میفته، نگاه یه هنرمند خب متفاوت هستش. بنابراین میخوام ببینم که
عنوان این نمایشگاه نقاشی هست زیبایی حقیقت درون، The Beauty of Inner Truth. این انتخاب رو شما چرا انتخاب کردید و این نشون میده که یک نگاه خاصی پشت این نقاشی ها هست؟ دلم میخواد درباره اون برای ما صحبت کنید. من فکر کنم از 14 سالگی همیشه این سوال برای من پیش میامد که خونه من کجاست، جای من توی این دنیای یونیورس در واقع چیه. و خب اینو به عنوان دختر 14 ساله طبیعیه این سوال میاد، ولی این سوال همینطور ادامه پیدا کرد. در زمان انقلاب این بود، من فکر کردم خب خونه من از دست رفته چون که انقلاب بود و دیگه من برنگشتم. و ولی الان که چندین سال بهش نگاه میکنم، میبینم که در واقع جواب در اینه که کانکشن، خونه آدم جاییه که کانکت میکنه. و کانکت با چی میکنه؟ با انسانهای دیگه میکنه. ولی شما برای اینکه بتونیم با یه انسان دیگه ای در رابطه باشیم، باید اول خودتونو بشناسین، با خودتون کانکت کنین. واسه همینه که من اینو گذاشتم زیبایی درون، به خاطر این که شما اگر بتونین با اون قسمت خودتون در تماس باشین، یک دری باز میشه که میتونین با بقیه انسانهای دیگه راحت‌تر تماس برقرار کنین. در واقع اون چیزی که داشتید برای من صحبت میکردید تون بیرون که بودیم داشتون برام حرف میزدیم، که فکر میکنید که یک اتحاد و صلح جهانی رو میتونید تصور بکنید در 100%؟ یعنی طوری که من دارم فکر میکنم، این که ما هممون، مهم نیستش که از کدوم مملکت هستیم، از کدوم رنگ هستیم، از کدوم فرهنگ مذهب هستیم، ما آخر کار در اون لحظه آخری که تو زندگی برامون مهمه راجب عشق فکر میکنیم، راجب ارتباطات با آدم های مهم زندگیمون فکر میکنیم، و اونا همه در تمام این مملکت ها و تمام این فرهنگ ها یکی هستش. و من هدفم اینه که اون ارتباطات که همه ما انسان ها توی این خانواده انسانی داریم و رو اون تکیه کنم. واسه همینه که خیلی از نقاشی من شخصیت های مختلف دارن، یکی توی نقش لباس ژاپنیه، یکی جین پوشیده زن امروزه است، یکی لخته، یکی یعنی علتش هم اینه که من فهم میکنم که مهم در واقع اون لباس های ما رنگ هایی که ما میپوشیم، این فرهنگ ما رنگ هاست، وگرنه اون اسانس زندگی و هممون در هر جا که هستیم با هم شریکیم. بیشتر سوژه های نقاشی شما زن هستن، این انتخاب رو به چه دلیل بوده؟ فکر می‌کنین شاید خب بخاطر زن بودنه دیگه، خب یا احساسی که خودتون؟ یکی اینه که 100%، بخاطر اینکه من هر جا که برم این چشای من و این مغز من همه جا با من هست، بنابراین هر چی که من تعبیر میکنم از یک فیلتر زنانگی خودم هستش. ولی در ضمن هم این مسائلی که من متوجه شدم راجع به زن جالب هست، که شما در آن واحد میخواین همه کار بکنین، میخواین زیبا باشین، میخواین باهوش در کاری که میکنین خیلی خوب باشین، مادر خوبی باشین، زن خوبی باشین، دختر خوبی باشین، یعنی همیشه، یعنی خوب که میگم یعنی که خودتونو تا اونجایی که میتونین انرژیتون رو استفاده کنین. و این فشاری که روی زن میاره برای من خیلی جالبه، بخاطر اینکه از یه طرفی خب خیلی ریواردینگه، از یه طرف دیگه هم خب خیلی فشاره. و این جنگ بین گروه های مختلفی که تو سر زن هستش، خب داستانی که من دوست دارم توضیح بدم. واسه همین که خیلی از این نقاشی های من، زنها کلا دارن و این کلاهاشون در واقع این کارهای مختلفیه که حداقل تو سرشون دارن و پر از چیزهای مختلف، که انقدر اینا جالبه که بعد ساعت‌ها بشی نگاه کنی ببینی ریز کاری شما چیزهای خیلی مختلفی رو به عنوان کلاژ میشسبی، حتی چیزایی که ممکنه اصلا به قول خودتون داشتیم صحبت میکردیم، گفتین که مثلا درباره قیچی صحبت میکردیم که ممکنه اصلا به اون فضا رفته نداشته باشه، ولی در اونجا در جای قشنگی نشسته میشه و چشم بیننده رو جذب میکنه. درسته. و در ضمن میخوام این قاعده رو بشکنم که شما باید قیچی رو حتما به عنوان قیچی ببینید. خیلی اشیای دور و بر ما هستن که خیلی زیبان، ولی شما به خاطر اینکه اینو شما کار هاوس هولد میبینین اصلا نمیبینینش. همینطوری که انسان ها همینن، روابط ما وقتی که فکر میکنین که فلانی در فلان قالب هست، شما فقط دیگه اون قالب رو میبینین، تمام شخص رو نمیبینین. و وقتی که دوست دارم که یک جنس رو از قالب خودش بکشم بیرون و فقط اینو به یه جای دیگه ببرم و از دیدهای مختلف اون رو ببینم.
بله، نمایشگاه نقاشی خانم فریبا آمری روز شنبه 13 جولای هست که جشن افتتاحیه در JNA گالری. من میدونم که برگامات استیشن آرت سنتر جای خیلی مهمی هست برای آرتیستا. خیلی خوشحال هستین که حتما در یک همچین جایی دارین کارتون رو ارائه میدین، درسته؟ او 100%. واقعا برگامات استیشن یکی از بزرگترین و مهمترین آرت سنترهای توی وست کوست هست و من خیلی خوشحالم و خوشبختم که میتونم در اونجا کارم ارائه بدم. و برای دوستان عزیزی که تا حالا اون قسمت شهر رو ندیدن، 100% توصیه میکنم که تشریف بیارین، خیلی خوشحال میشم باهاتون آشنا بشم. ولی مهمتر از اینه که شما هم با یک قسمت شهر که واقعا مرکز هنری شهر لس آنجلس هست آشنا باشین و با گالری های دیگه آشنا بشین و ببینین که کار بقیه آرتیست های به خصوص لس آنجلس کارشون چی هست. و این به نظر من کانکشن بین کامیونیتی ما و هنر، قسمت هنری لس آنجلس، هر چقدر که قوی تر بشه هم ما قوی تر میشیم هم شهر ما غنی تر میشه. این در واقع چندمین نمایشگاه نقاشی شما هستش، از فکر میکنم که در چندین نمایشگاه دیگه هم قبلا شرکت کردم. درسته، چند تا نقاشی گروهی شرکت کردم، آخرینش در لاگونا بیچ بود و من خودم چون استودیو خودم هم دارم در سانتا مونیکا آرت استودیوز، در اونجا دو بار در سال تمام هنرمندا در گالریشون رو یعنی استودیوشون رو باز میکنن و ما این آرت واک رو خیلی دوست داریم چون با مردم شهر سانتا مونیکا خیلی آشنا میشیم و اونا هم با کار ما آشنا میشن. کسانی که غیر یعنی ایرانی نیستن کارهای شما رو میبینن، آیا چیزی حس میکنن از اینکه شما یک آرتیست ایرانی هستید؟ جالبه که این رو گفتی، چون چندین دفعه شده که وقتی که میان و کار رو میبینن خب و براشون جالبه، میان جلو میره نقب یه مقدار، چون کار من فیگوراتیو هستش خب داستان داره. ولی یک کار دیگه هم من دوست دارم بکنم که وقتی میان جلو دیگه لازم نیست که اون داستان رو ببینن، به همین که شما گفتین میرن توی جزئیات و اون جزئیات خودش یه داستان خودشو داره. ولی صحبتی که چندین نفر به من کردن، او ما اصلا نمیدونستیم که زن ایرانی اینقدر اینطوری فکر میکنه. گفتم شما چی فکر کردین راجب زن ایرانی؟ شما خود نشناختین زن ایرانی. زن ایرانی بسیار قویه. اول از همه هم فکر کنم آقای ایرانی رو میدونن و الان موقعی نه هستش که واقعا بقیه فرهنگ های دیگه هم متوجه باشن که واقعا چه انرژی هست. من واقعا کوچیکه و خانمای لیدر این شهر هستم که واقعا میبینم چه میکنن و واقعا با مهربانیشون و با تواناییشون چقدر ارتباطات مهمی تو این شهر برقرار میکنه. چقدر خوب اشاره کردم. من خواستم ببینم، چون بیشتر سوژه های کار شما زن هست، در واقع اون زنی که برای شما میتونه نمره 20 بگیره چه زنی هست؟ یعنی دوست دارین چه زنی رو در تابلوهای خودتون به مخاطب خودتون معرفی کنین؟ همه رو نه، یعنی اصلا اتفاقا جالبه ایش اینه که ببینید وقتی من جوان تر بودم همیشه میگم خب زن باید حتما باید این باشه یا اون باشه، خیلی مشخص در راجب زن فکر میکنم. حالا که زمان گذشته متوجه میشم که یک اینه که شما در هر شرایطی یه زیبایی خاص خودتون رو و یه قدرت خاص خودتون میارم. مثلا من مادر من کار هیچ وقت نکرد، توی خونه همیشه رول اصلی تصمیم گیری با پدرم بود و خب ناخودآگاه کشیدگی من به پدرم بود. بخاطر اینکه همیشه آدم با دوست داره با آدمی که قدرتمندتر هستن همچنان تیم بکنه، به خصوص وقتی بچه هستین. ولی الان که خوب نگاه میکنم اینم اون شکیباییشون، اون مهربونیشون، اون عشق بیدریقشون، اونطوری که بچه ها وقتشون رو صرف بچه ها کردن واقعا فوق‌العاده. از طرف دیگه خانمایی میبینم که تمام زندگیشون رو توی تحصیل گذاشتن و کارشون گذاشتن و جلو رفتن، اونم واقعا برای من جالب. واسه همینه که شما اگه نگاه کنید داستانای خیلی از این و صورتای خانوما همه اینا همه رو دارم فکر میکنم راستش رو بخوام. برای من نمیتونم به شما بگم من دیگه اینقدر بزرگ زن و در ضمن میخوام بگم فقط زن نیست، مثلا با اینکه تمام کار من
از طریق صورت زن فعلا تو این دو سال اخیر آمده بیرون، ولی انسانیت برای من خیلی مهمه، انسانیت و انسان، و من فکر کنم ما همه ما توی این کار هستیم. درسته. من تو تابلوهای شما رنگ های شاد میبینم، پر از زندگی میبینم، خیلی خیلی جذابیت رنگ توی کار شما در واقع داره خودشو نشون میده از دیدگاه بیننده. و اون زنی که من میبینم در تابلوهای شما یک زن با استقامتی هست، همونطور که خودتون گفتید مسلطه، یعنی نگاه مسلطی تو زندگیش داره، میدونه داره کجا میره، گم نیست، و در این حال زیبایی و جذابیت و طراوت یک زن رو داره، اون لباسای قشنگ و اون عشقی که یک زن همیشه داره به رنگ‌ها، به اینکه خودش رو آراسته بکنه. درسته. تمام اینا در این تابلوها خودش رو نشون میده. خیلی خوشحالم که اینطور فکر می‌کنی، و واقعا من سعیم در این بود که چون وقتی من خودم یه حقیقت رو نمیدونستم که در واقع شما این وقتی میرین موما 80% این تابلوهایی که به دیوار هست که سوژه زن داره به وسیله مرد کشیده شده، یعنی که دیدی که ما بیشتر از مونالیزا، شما نگاه کنین تمام ایمیجی که ما الان از زن داریم از طریق دید مرد بوده، که خیلی قشنگه چون همیشه بادی واقعا زیبایی بدن زن تحسین آمیزه و یا قدرت مادر بودنش تحسین آمیزه، ولی من فکر میکنم زن، هر زنی اینقدر مثل پیاز لیرهای مختلف داره، اینقدر ما کامپلیکیشن های مختلف هست که من دلم میخواست که اون هم قاطی هم زیبایی بشه و هم رنگ بشه هم جواهر بشه. من فکر میکنم همه رو دلم بخواد اینطور نشون بده. من به عنوان آخرین سوال، چون فرصت ما کوتاه هستش، میخوام ببینم که آیا در زمانی که شما نقاشی رو شروع میکنید برای یک تابلو که میخواید خلقش بکنید، آیا دربارش فکر میکنید، دنبال سوژه‌تون هستید، یا اینکه میرید میشید روبروی بوم سفید نقاشی و شروع میکنید ببینید که چی پیش میاد؟ دوتاش. اینه که فکر نمی کنم، کانتمپلیت می کنم. یعنی مثلا خیلی موقع میرم برای راه رفتن، من خونم نزدیک آب هستش، خیلی سعی می کنم که لب آب را برم، صدای آب، یه مقدار راجع به فکر می کنم، بعد یه مقدار رنگا نظرم میاد، یه نوع لباسایی به نظرم میاد، و بعد میرم یه مقدارم دنبال از مجله گرفته تا wallpaper گرفته تو هر چیز دیگه، یه مقداری هم هی میرم FNS میرم، فابریک میبینم، میدونی هر چیزهای مختلفی میبینم که هی اینا رو جمع میکنم. چرا؟ چون که من کارم کلاژم هست، بنابراین من با بوم سفید برم اونجا ولی لوازم نباشه کافی نیست، باید داشته باشم، و یه مقدار اینا جمع میشه، مثلا شاید حتی یه هفته، شاید باز ما یه ماه چیزهای مختلفی این ور اونور دارم، بعد دیگه اون روزی که میخوام این کار رو بکنم دیگه نمیدونم. معمولا چقدر طول میکشه برای یک تابلوی شما؟ چند زمانش چقدر میشه؟ مختلف هستش، و چون من همزمان با چند تا تابلو شروع میکنم. بله، چون که من متوجه شدم راجع به خودم اینه که وقتی که من فقط یک کار رو میکنم بعد فیکس میشم راجع بهش، من دوست ندارم، دلم میخواد که همیشه اون آزادی فکرم باشه، که به خاطر اینه که من از اول فکرم باید دستش اینجا باشه، حالا تا آخر نباید دستش اینجا باشه، شاید بخوام وسط کار بگم اصلا دست نداشته باشه. ولی وقتی که شما یه دونه تابلو دارین کار میکنین، هی دیگه با فکر اولتون جلو میرین، واسه همینه که یه خورده سخت داره. ولی بعضی از تابلوها من میتونم بگم 20 ساعت تا 40 ساعت داره، بعضیا بیشتر، مثلا این تابلوی آخرم خیلی حتی بیشتر از اونی که دلم میخواست شد، بخاطر اینکه باید ریزگاریاش درست در میامد. و خلاصه چند تا تابلو هستش در روز شنبه 13 جولای که در واقع افتتاحیه این برنامه هست؟ بله، ما الان درست در زمانی که داریم تصمیم بگیریم که چند تا باشه، حدودی بین 12 تا 18 فکر میکنم، بستگی داره به سپیس، چون من تابلو زیاد هستش، و ولی میخواییم ببینیم که چطور باشه که فضا اجازه بده که شما بتونید هر کدوم از این کار رو ببینیم. من یه توضیح دیگه دادم برای کسایی که علاقه من هستن و این کار رو میان ببینن، چون خیلی از من سوال میکنن این منظور شما اینجا چی بوده. منظور من برای خودم منظور داشتم و حاضرم و خیلی خوشحال میشم که این منظور رو شیر کنم، ولی مهمترین قسمت
برای کار این هستش که وقتی اون کار ارائه شده شما نظرتون از اون کار چیه. به خصوص کار من با یک فیگوراتیو هستش ولی یه مقدار آزاده، یعنی هیچ وقت حالت ریالیستیک نداره، بنابراین برمیگرده به خود ویور. بله، که کسی که داره نقاشی رو نگاه میکنه چطوری با اون ارتباط برقرار میکنه و چه احساسی خود نقاشی به اون شخص میده. البته همین هم درسته، چون منم سالها پیش که از استادای خیلی خوبم آقای غلام حسین نامی ما میگفتن که قرار نیست که شما برای هر نقاشیتون توضیح بدین، خودتون در واقع سنجاق کنید به نقاشی. درست. قرار هست که شما با نقاشیتون حرف بزنید. درست. و اینکه من بیام توضیح بدم که من سوژم و فکرم چی بوده برای این نقاشی، خب اون قشنگه، ولی بیشتر ما میخواییم با مخاطبمون ارتباط برقرار بکنیم. بسیار خوشحال شدم در این فرصتی که به ما دادید و تشریف آوردید به استودیوی تلویزیون اندیشه، از آشنایی با شما و کارهاتون که بسیار متفاوت و جالب هست برای خود من. دعوت میکنم از همه دوستان و کسانی که علاقمند هستن به کارهای هنری و نقاشی، روز شنبه 13 جولای در جشن افتتاحیه که برای عموم آزاد هست، تشریف بیارم به JNA Gallery.com. شما میتونید به وبسایتشون مراجعه بکنید و دقیقاً اطلاعات رو اونجا بگیرید، در برگموت استیشن آرت سنتر، و این نمایشگاه تا اول سپتامبر ادامه داره و ساعتش هم فراموش نکنم که 6 تا 9 بعد از ظهر هست، شنبه 13 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر. منم حتما اونجا خواهم بود و خیلی مشتاق و بی صبرانه دلم میخواد که بیام و کاراتونو ببینم و یک شب خیلی قشنگی با هم داشته باشیم، یک شب هنری همراه با تابلوهای زیبای شما و دوستان عزیزی که تشریف میارد اونجا برای تماشای این برنامه. بسیار خوشحال شدم از تشریف فرماییتون و امیدوارم که شما رو در جاهای بهتر و بالاتر و این نمایشگاه‌های بعدی ببینیم و ملاقات بکنیم. و تشکر میکنم از همکارانم در کادر فنی تلویزیون اندیشه، خانم راشین و آقای شهروز عزیز. با تشکر شما رو در شنبه 13 جولای در نمایشگاه JNA گالری خواهیم دید با حضور خانم فریبا آمری. ممنونم. خدافظ. خدا نگهدار. My name is Fariba Ameri and I'm a visual artist working mostly with paint and collage. آنچه اصل است از دیده پنهان است، زیبایی حقیقت درون. The Beauty of Inner Truth. JNA Gallery در Bergamot Station Art Center تقدیم می کند. شنبه 13 جولای از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر. جشن افتتاحیه نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری در 2525 میشیگان اونیو، سویت D4، شهر سانتا مونیکا، با حضور فریبا آمری. 310-315-9502 jnagallery.com